امروز در خبرها، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز خطاب به پرزیدنت باراک اوباما گفت سخنان شیرین و جذاب وجهه آمریکا را در جهان اسلام بهتر نخواهد کرد. سخنان خامنه‌ای اندکی پس از سخنرانی اوباما در قاهره خطاب به مسلمانان جهان ایراد شد. خامنه‌ای در تجمعی به مناسبت 20مین سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت سخنان شیرین و جذاب برای امت اسلامی که به شدت از آمریکا نفرت دارند باعث تغییر نخواهد شد. به افزود نفرت منطقه از آمریکا تنها با شعار برطرف نمی شود بلکه مستلزم عمل است. خامنه‌ای همچنین آمریکا را به دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران که به ظن غرب سرپوشی برای سوداهای تسلیحات هسته‌ای ایران است متهم ساخت. وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی تنها خواهان انرژی هسته‌ای برای مقاصد صنعتی و مسالمت‌آمیز است و غرب در برابر حق طبیعی و مشروع ایران ایستاده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین آمریکا را به اشغال خاک عراق و افغانستان به بهانه مبارزه علیه تروریسم متهم ساخت. در بخش دیگری از سخنان خود وی با تأکید بر اینکه دشمنان ملت انتخابات ایران را انتصابات می‌خوانند و می‌گویند رقابت نامزدها بازی کنترل شده درون حکومت است گفت البته هدف این همه تلاش‌ها ضربه زدن به مردم سالاری دینی و جلوگیری از مشارکت قوی مردم در انتخابات است. خامنه‌ای با اعلام اینکه با مناظره، گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارد، از نامزدها خواست که سعی کنند در چارچوب‌های درست شرعی و دینی چنین اقداماتی را انجام دهند، چرا که مردم بیدارند، می‌فهمند و می‌دانند. دیروز نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به تهران هشدار داد که در صورتی که نتواند در مورد برنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان به توافق دست یابد، در آینده با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. سارکوزی سخنان خود را پس از دیدار یک ساعته با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ابراز کرد. سارکوزی از تهران خواست تا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با برنامه هسته‌ای خود احترام بگذارد و با قدرت‌های جهان گفتگو کند یا خطر انزوای بسیار شدید بین‌المللی در همه زمینه‌ها را خریدار شود. وی همچنین نفی هولوکاست توسط رئیس جمهوری ایران را محکوم کرد. احمدی‌نژاد دیروز هولوکاست را به عنوان یک فریب بزرگ تاریخی توصیف کرد. سارکوزی سخنان احمدی‌نژاد را غیر قابل قبول و عمیقاً تکان دهنده توصیف کرد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.